حضرت شیخ سعدی میگه چرا غم میخوری از بحر مردن؟ مگر آنان که غم خوردن نمردن؟ بیرو بر کنج قبرستان نظر کن، ببین که مردگان با خود چی بردن. انسان های پیش از ما بودن، اونها هم دنیا را دوست می داشتن، حیاتی بسیار آسوده داشتن، زن و فرزند داشتن، مال و اموال زیاد داشتن، خیلی دواده برای جوناشو کردن. آیا نمردن؟ مردن اونها. وقتی که اونها مردن، پس تو چی غم میخوری؟ این مرگ بالای هر یک انسان فرض ای جانب الله. این مردن خودش یک علم غیبی هست که هیچ کس نمیدانه که کدام لحظه ملک الموت به سراغ اون شخص میآید. به همین خاطر شیخ سعدی میگه این قدر غم نخو برای مردن، مگر این که برو در قبرستان داخل شو، تک تک اون قبرها را نظر بکن، کو همونهایی که در قبرها خوابیدن امروز با خود چی بردن؟ پل بردن، ماشین بردن، فرزند بردن، دلار بردن، چی بردن؟ فقط عمل صالح. ای مردم، این صندوق صندوق عمل است. وقتی که پیکی اجل به سراغ قبض روحت می آید، اون وقت هوشت به سرت می زنه علکه دیر شده است. همه کارات نیم کاله هستن. قسم به خدا، یک فرزندت که در راهی دور اید که امرو دیده نمیتونی، یک همسایه که قدید قهری کرده گیه خواستاری هستی قطعه همون آشتی کنند که آشتی کرده نمیتونی، یک بار دیگه همونه محلت بتیه برم در پیشی پای همون همسایه خدمه پرتام زاری کنم که گناه ایم نببخش، دیگه فرصتت نمیتیه. و همین خاطر شیخ سعدی میگه که شما وقتی که قبرها را نظر کرده، یک بار ببینه که مرده ها با خود چی بردن. فقط شبخیزی، طاعت، عبادت و بندگی و خیر سخاوت که در دنیا به دست خود کردیم، همو را ما میبریم. دیگر برای ما یگان چیز باقی نمیمونه. ای مردم، بیای هوشیار شیم. عمر این کوته، عمر این دنیا والله قسم به خدا بسیار کوته های، بسیار کوته های. الکای ببین که با چی مرحله ها اومدیم، از دنیا هیچی ندیدیم، فقط این همین حالت دیده ایسیم که اکای حاجی بلاجان از دنیا گذشت است و از مردن خودمو به تشویشیم. پای که اجل یکایک زی این گله میبرد، این گله را ببین چه آسوده میچرد. مولوی میگه پای که اجل انا همون ملک الموت اگه یک تا یک تا عیبین ما مردم برده ایسا هستو، ما حالی به تشویش در پای خورد و خوراک زندگی دنیا هستیم. نه که یک روز بناهچار نوبتی ما میرسد.